تو این ویدیو میخوام بهتون یه جور کیک شکلاتی خیلی ساده رو آموزش بدم که احتیاج به همزن نداره و خیلی راحت اینو میتونید تو خونه درست بکنید. برای اونایی که همزن نداره، همزن برقی، میتونید با یه قاشق یا دو چنگال اینو خیلی راحت درستش بکنید. کیکمون در واقع یه جور مافین هستش، مافین شکلاتی، و خیلی ساده تو 20 دقیقه آماده میشه و موادی هم که احتیاج هست براش خیلی در دسترس هست، خیلی چیز ساده هستش. چیزی که احتیاج داریم و من فقط همینجوری تونتون بهتون میگم، نگران نباشین، توی وسط فیلم اینا رو براتون کامل دقیق می نویسم اندازه و همه چیزشو. من اینجا فقط تونتون توضیح میدم. احتیاج به وانیل داریم، میتونه مایع باشه، میتونه پودر باشه، شکری باشه. یه دونه تخم مرغ لازم داریم. بعد از این قالبه کاغذی من استفاده میکنم، اینا خیلی بهتره اگه از اینو داشته باشیم. اگه نه که میتونی از قالب‌های فلزی استفاده کنی، هر سایزی بود مهم نیستش. پودر کاکائو احتیاج داریم، ترجیحاً کاکائو پودرش تلخ باشه. آرد کیک احتیاج داریم، یه پیمونه هستش. شکر احتیاج داریم. بعد روغن مایع احتیاج داریم، شیر هم احتیاج داریم. کل چیزایی که احتیاج داریم همین است. یه ذره که بیکینگ پودر و یه دونه فر که به مدت 20 دقیقه باید پخته بشه تو دمای 180 درجه. خب میریم اینا رو سریع با هم دیگه آمادهش بکنیم. یه چیزم از قبل بهتون بگم که تخم مرغ، شیرتون اگه میخواین کیک درست کنین، یک ساعت قبل بذارین بیرون بمونه که همدما با محیط بشه. این باعث میشه که پف کیکتون خیلی بهتر بشه. این همیشه یادتون باشه برای تمام کیکاتون این نکته رو رعایت بکنین. احتیاج به چیپس شکلات هم داریم که دل بخواهی هستش، ولی اگه باشه خیلی بهتر میشه، نداشته باشین هم که مهم نیستش. من حالا اینو میریزم، اگه دیدین در جستتون بودش رو داشتین بریزین، نداشتین هم که بیخیال. کل این کیک رو ما با دو تا پیمونه درست میکنیم. یه دونه پیمونه کامل هستش، یه دونه پیمونه یک سوم هستش. ما حالا اندازه دقیق رو براتون مینویسم دیگه، اینجا براتون توضیح نمیدم که فیلم طولانی نشه. تمام مواد اونو به جز آرد با پیمونه یک سوم ما میزنیم. شکر احتیاج داریم، شکر سفید، هم شکر گرانولی، دونه درشت، یک سوم پیمونه. از اون شکرهای ریز استفاده نکنین، چون اونا مقدار این ترکیب و مقدار شیرینیش رو به هم میریزه. اون شکر معمولی که همه جا هستش، از همون شکر قهوه‌ای هم میتونین استفاده کنین و از سفیدش استفاده کنین، ولی این بهتره. روغن مایع داریم، روغن مایع هم روغن مایع معمولی که روغن زیتون و روغن طعم‌دار و بودار توش اضافه نکنین که کیکتون خراب میشه. روغن گیاهی هر چی که بود خوبه. اینم باز همون یک سوم پیمانه بهش اضافه میکنم. بعد شیر داریم، شیرتون اگه پرچرب باشه خیلی بهتره. اونم باز همون یک سوم پیمانه. وانیل داشتیم، یه قاشق چایخوری توش من بریزه. اگه مایش رو ندارین از پودرش استفاده کنید، وانیل شکری. خب میریم سر وقت تخم مرغ. یه دونه تخم مرغ داشتیم، این هم میشکنیم توش. درسته لازم زرد و سفیدش جدا بشه. این تا همینجا چقدر راحت بوده. بعد مواد ترمون رو با هم قاطی کردیم و شکر رو. خب حالا اینا رو با یه دونه همین همزن یا اینکه یه دونه چنگال شروع می‌کنیم به زدن. انقدر باید بزنیم تا این شکر رو توش حل بشه. همین، بیشتر از این احتیاجی نیست. اگه هم دستتون خسته میشه میتونیم با یه دونه همزن برقی همین کار رو انجام بدیم. همین شروع می‌کنیم به زدن. حتی شکر حل بشه، مایمون هم صاف و یک دست میشه.
هم بیشتر از 3-4 دقیقه زمان ببره. خب مایه ما آماده شد، اینو میذاریمش کنار و میریم سر وقت مواد خشکمون. خب آب داشتیم، آردمون 1 پیمانه است یا پیمانه کامل. بازم میگم که اندازه ها رو براتون تو فیلم وسطش نوشتم، یه احتیاج نیست که اینجا بگیم. آرد گندم، آرد سفید معمولی، آرد کیک، آرد نون و آرد باگت نباشه. بیکینگ پودر داشتیم، یه قاشق چای خوری بهش اضافه میشه. پودر کاکائو، 2 قاشق غذاخوری، قاشق غذاخوری الان ندارم، 4 تا از اینا میریزم میشه همون. خب تمام موادمون همین بود. حالا اینو شروع میکنیم به هم زده، اینقدر میزنیم تا صاف و یه دست بشه. اسم اینو برای گذاشت کیک آخونده، خیلی تمدی و راحته. مواد بتونم اگه علک بکنین که خود چقدر بهتر. من علک هم خیس بود، تازه شسته بودمش و نمیشد علک بکنیم. با همین میخوام درست کنم، بهتون نشون بدم که چقدر راحت میشه یه دونه کیک رو درست کرد بدون دنگ و فنگ و چیز اضافی. حتی اونایی که لوازم و چیز درست حسابی در خیالشون نیست بتونم راحت این کیک درست بکنن. لیسک برمیدارم دیگه، بقیهش با اون غلیظش ببینین اینجوری باشه. مایه کیک ما آماده است به همین سادگی. اینجا فکر کنم 5 دقیقه بیشتر زمان برد کل اینا. خب همونطور که گفتم نمای فرمون باید باشه 180 درجه و فر رو دیگه از این مرحله من روشنش کردم که گرم بشه. حرارت بالاییش هم نیست، حرارت پایینش هستش و 180 درجه طبقه وسط. این قالبمون هم که کاغذیه بشه میزنین این تو دیگه، نه قالبتون کثیف میشه نه چیزی، خوردنش هم خیلی راحته. کاغذش رو میکنین، پوستش رو و میندازین دور و کیک رو میخورین دیگه، خیلی راحت همه چیزش. یعنی چیزه تنبلیه دیگه. خب حالا شروع میکنیم اینا رو پر کردن. یادتون باشه تا یقه اینا رو پر نمی کنیم، حدود 60-70 درصدش رو پر می کنیم. بیشتر از اون اگه باشه چون پف میکنه و سرریز میشه، خراب میشه تمام لبه قالبتون میشه کیک و میسوزه تمام. اما یه دور همه رو میریزیم چون مایه غلیظ هست بره بخوابه پخش بشه و بعد اگه کم بود دوباره سرش اضافه میکنیم.
خب من اجازه بدم یه دقیقه بمونه که کامل پخش بشه و بعد اضافهش رو قسمت کمیش رو دوباره پر میکنم توش. خب کیک های ما به این شکل در اومد و میبینید که این قسمت بالاش همه خالی هستش، حتما باید اینا خالی بمونه. این مقداری هم که بهتون گفتم ببینید 6 تا دونه شد، با دست من اندازه هاش رو مقایسه بکنین، 6 تا کیک مرده میشه. حالا دو تا انتخاب دارین، یا همین الان میتونین بذارینش توی فر، یا یعنی که این چیپس های شکلات رو بریزین روش بعد بذارین توش. بذار چیپ رو پیک میشه مثل مالا این شیرو. گرم شد، آماده است. اینا رو من بریزم و دیگه بذارمش داخلش. میتونی از شکلات شیری یا سفیدش هم استفاده بکنیش، فرقی نمی کنه. خب آماده است، من میذارمش توی فر برای مدت 20 دقیقه. رفت تو فر و ببینیم که چی میشه. طبقه وسط شعلم که از پایینه. خب حدود 5 دقیقه گذشته و میبینیم که کیک ها دارن قشنگ پوف میکنن میان بالا. خب حدود 10 دقیقه گذشته و میبینی که کیک های ما کامل پف کرد و اومد بالا. 10 دقیقه دیگه اینا رو در میاریم و آماده است. خب کیک های ما آماده شد و به این شکل در من قشنگه. ببینین روش ترک خورد و خیلی شیک و قشنگ شده. اگه حجمش رو یه ذره بیشتر میریختیم این بیشتر پف میکرد و ترکاش خیلی خوشگلتر میشود. بازم همینش هم میبینی خیلی قشنگه، قشنگ حسابی هم پف کرده و میذاریم که این سرد بشه و در میاریم امتحان میکنیم ببینیم که چی در اومد. پفش هم قشنگ اینجوری. یادتون باشه تمام سر این قالبامون خالی بود و این قشنگ اومده بالا. این چقدر راحت یه دون کیک ما درست کرده. خب ساعت 3 صبح، این از اگه من نمیخوردم بچه هم میفتد. خب ببینیم که چی ساختیم. این خیلی راحت کنده میشه مثل کیک یزدی. داخلش چه خبره؟ یادتون باشه مافین مثل کیک چیز نیست، بافت اسفنجی و خیلی پوک نداره، یه ذره نمدار هستش، تر هست، یه ذره کلوفتی هم میشه گفت، یه ذره خمیر هستش. این چیز ماهیت مافینه. بکنم که مثلا فکرتون خراب شده.